سلام خدمت همه فارسی زبونای گل. امیدوارم که کانال منو سابسکرایب کرده باشید و ویدیوهای منو دنبال کنید. امروز میخوام یه دسر خوشمزه واسهتون درست کنم که اسمش هست فرنیک، که شاید هم خیلی ها شنیده باشن و خورده باشن. اما فرنیک که توی بازار هست اکثرا با نشاسته هستش، ولی من این فرنی رو میخوام با آرده برنج براتون درست کنم که خیلی خوشمزه تره و طعم واقعی فرنی فکر میکنم که اینطوری قشنگتر و خوشمزه تره. 3-4 تا مواد بیشتر نیاز نداریم که شیر، آرده برنج، که اگر که از برنج محلی استفاده بکنید و یا اگر خودتون پودرش میکنید و آردش میکنید که از برنج محلی استفاده کنید که عطر و طعم بهتری داشته باشه. خب این موادی که بچه ها من میریزم و من مقدارش رو کم کردم، ولی این چیزی که میگم و یاد داشت کنید. 4 پیمون شیر میریزیم، 4 تا لیوان شیر، 4 پیمونه یا 4 لیوان شیر میریزیم، 5 قاشق غذاخوری آرد برنج، 2 قاشق غذاخوری ریختم. با همزن دستی خوب هم بزنید که گوله گوله نشه و حل بشه داخل هم دیگه. زیر حرارت هم روشن میکنید تا آردا باز بشه از هم. شکر 200 گرم اضافه بکنید، ولی الان نه، باید صبر کنید که آرد برنج با شیر یه کمی پخته بشه و دست بده به هم دیگه، بعد شکر رو اضافه میکنیم. یه نکته مهمی که توی درست کردن فرنی باید رعایت بکنید، هم زدن میخواد و نباید رهاش کنید و به حال خودش بذارید روی حرارت، چون ته میگیره و میسوزه، تهش میسوزه زود. ابتدای کار میتونید زیر حرارت رو زیاد بکنید، چون خودتون بالای سرش هستید و دارید هم میزنید اتفاقی نمیفته تا وقتی که جوش بیاد و شروع کنه از هم باز شدن و غلیظ بشه. وقتی که غلیظ شد شکر رو اضافه میکنید. یه بار دیگه من مواد رو بهتون میگم: 4 پیمونه شیر، 5 قاشق آرد برنج، قاشق غذاخوری و 200 گرم شیر. بچه ها اگه دوست دارید میتونید هل اضافه کنید یا اینکه از گلاب و زعفرون استفاده کنید. اگر هل میریزید پس نیازی نیست دیگه گلاب و زعفرون بریزید، چون که دوتا طعم و عطر متفاوتی دارن. من میخوام از گلاب استفاده کنم و آخرین مرحله گلاب میریزم که عطر و بوش از بین نره. خب بچه ها ببینید الان داره گلای ریز میخوره و اینکه ببینید چقدر غلیظ شد. خب الان موقع اضافه کردن شکره. الان من برای این دوتا قاشق آرد برنجی که برداشتم 4 تا از همین قاشق آرد برنجم شکر اضافه میکنم. شکر تو این مرحله رقیقش میکنه.
بچه بازم شیرینیش بستگی به ذائقه خودتون داره. میتونید بچشید و شیرینیشو کمتر یا زیادتر کنید. بازم تأکید میکنم فرنی به هم زدن زیادی نیاز داره، باید از اول تا آخرش، اگر زیر حرارتتون کم نباشه باید حتما همش بزنید که ته نگیره. یک لحظه غافل بشید شروع میکنه ته گرفتن. ببینید این مدلی که باید صافش کنید، با همزن بزنید و صافش کنید. اگر میخواید شیرینیشو دقیق بدونید چجوریه، یک کمشو بریزید توی ظرف بذارید سرد بشه، اندازه یک قاشق بچشید، اون موقع طعم واقعیشو میتونید تشخیص بدید. از مغزای مختلف میتونید واسه مقوی شدن توش بریزید که برای بچه ها خیلی عالیه و برای صبحونه میتونه یک وعده غذای کامل باشه. من دیگه زیر حرارت رو کم میکنم که برنجش قشنگ پخته بشه. بچه وقتی که غلظت موادتون به این شکل شد، من چون مقدار موادم کم بود تقریبا 5-6 دقیقه گذاشتم که بپزه، ولی اگر شما مقدار موادتون زیادتره تقریبا شاید برای شما 1 ربع یا 15 دقیقه طول بکشه، ولی دیگه الان داره جوش میخوره و غلظتش دیگه کافیه، چون وقتی هم که سرد میشه سفتر میشه، پس به خاطر همین الان دیگه غلظتش خوبه. خب الان گلاب رو اضافه میکنم، یک قاشق سرخالی، چون من گلابم غلیظ هست کمتر میریزم. اگر گلاب دو آتیشه استفاده میکنید نصف قاشق غذاخوری بریزید. فرنی رو تا سرد نشده باید تو ظرفایی که مورد نظرتون هست بریزید و اگر از مواد خشک برای تزیین میخواید استفاده کنید باید صبر کنید تا روه ببنده، ولی اگر که از زعفرون مثل من میخواین استفاده کنید تا قبل از اینکه روه ببنده روشو تزیین کنید، بعد صبر کنید تا سرد بشه و بعد بریزید این مواد خشکو بریزید. مخصوصا نارگیل که سفیده و هر چقدرم بریزید داخلش پیدا نمیشه اگه داغ باشه و بریزید. من فرنی رو تقریبا واسه یکی دو نفر تقریبا درست کردم، چون یک کاسه کوچولو. حالا دوباره مواد رو بهتون میگم، مواد زیادتر رو بهتون میگم که چقدر باید درست کنید. تزیینش رو انجام بدیم بعد یه بار دیگه تکرار میکنم. من آب زعفرون درست کردم و الان تا وقتی که داغ هست میریزم و با نوک این قلمو اینجوری میخوام بهش طرح بدم.
ببینید چقدر سریع روی میبنده و سرد میشه، به خاطر همین باید زود انجامش بدید. من از پودر پستم میخوام استفاده کنم. راحتی یه دسر خوشمزه درست کردیم. امیدوارم که شما هم درست کنید و لذت ببرید از این دسر خوشمزه. بذارید خنک بشه و سرد بشه توی یخچال و بعد میل کنید. امیدوارم اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و دکمه زنگوله هم فشار بدید تا هر موقع ویدیو جدیدی پر میکنم برای شما هم ارسال بشه، پیامش براتون بیاد. و لطفا نظراتتون رو برام بنویسید، خوشحال میشم بدونم که در مورد این غذایی که درست کردم، این شیرینی، چه نظری داشتید. دوستتون دارم، خداحافظ.